درود بر شما دوستان و همراهان خوب و همیشگی. شما بیننده 362مین برنامه از کانال بازتاب هستین و من هم بازیل نیکوبین با یک موضوع جدید در خدمت شما هستم. امیدوار هستم که تا آخر برنامه مرا همراهی بکنید و اگر از برنامه خوشتان آمد و مورد پسندتان قرار گرفت، برای حمایت از ما این برنامه را هم لایکش بکنید و هم با دوستانتان به اشتراک بگذارید. این موضوع یک موضوع بسیار بسیار مهم هست و قرار است که در آخر از برنامه چند تا پرسش هم مطرح بکنم و اگر شما امکانش را دارین میتونین که نظر خود را در باره همین موضوع با ما و بقیه بیننده ها در قسمت کامنت ها در زیر همین ویدیو به اشتراک بگذاریم تا ما از نظریات شما هم مستفید شویم. اول بریم یک ویدیو را ببینیم و برگردیم. و نو ویل یا نمنا نوگ آف دام فرسکس کنینا وی ها هفت مت ده اکپریمنتت سم هتر اسلام. افغانستان با ات تریولیت بودیستیسک لند نو ها ده اسلام نو ات ات همسک لند. پاکستان var ett trevligt hinduistiskt land. Sen blev det försökskanin för islam. Nu är det ett hemskt land. Det finns många flera försökskaniner. Iran, Irak, Syrien, Libanon, Saudiarabien, Egypten, Turkiet. Alla bra kristna ställen. Sen blev det försökskanin för islam. Nu är det hemska, hemska ställen. Så nej, jag tycker inte att Sverige ska vara islams försökskanin. Vi har haft tillräckligt med försökskaniner för islam. Vi ska förbli svensk och kristen. Ingen islam i Sverige! ایشان کسی به نام راسموس پالودان، یک سیاستمدار راستگرای دانمارکی سویدنی هست. بر اساس داده هایی که وجود داره، ایشان به تازگی در کشور سویدن یک حزب سیاسی را که از لحاظ ایدئولوژیکی خیلی و به شدت راستگرا هست، این حزب را ایشان تأسیس کرده و با سوختاندن قرآن و برانگیختن احساسات مسلمانان افراطی و خبرساز شدن از همین طریق، در واقع ایشان میخواهد که به دو هدف برسه، یا به قول معروف دو هدف را با یک تیر نشانه بگیره. هدف اولش خب همون واضح هست که همون برانگیختن احساسات مذهبی و دینی مسلمانان تندرو که متاسفانه جز احساسات و خشونت و جیغ و دعوا و اینا چیز دیگه در چنتهشان ندارن. همین یارو را که شما دیدین در ویدیو که الله اکبر گفته میخواست که برشان حمله بکنه و از طرف نیروهای امنیتی که امنیتشان را گرفته بود دستگیر میشه و نمیگذاره که شان حمله فیزیکی بکنه بر آقای راسموس پالودان. ای ببینید، این دقیقا همون چیزی هست که راستگراهای افراطی او را میخواین و از این طریق میخواین که مسلمان ها دست به همین کارها بزنن که به نحوی ثابت شود که اونا حرفی را که در مورد اسلام میزنه واقعیت داره. ببینید، شما در ویدیو دیدین که یا همین آقای راسموس پالودان و هم تیپ از اینا، هم فکر از اینا در کشورهای مختلف از جمله در دانمارک، در نروژ هم وجود دارند.
اینا هم هر روز یعنی برای اینکه بتونن کمی جلب توجه بکنن قرآن رو میان در پیش دوربینا آتیش میزنن. وقتی یک چند نفر جوان تندرو بی سواد مسلمان در واقع میان خشین میشن و بر او حمله میکنن و یک صحنه ایجاد میشه و مورد توجه رسانه ها قرار میگیره و هم این مسلمانان جوان تندرو فکر میکنن که اینا از اسلام دفاع کردن، که در واقع اینا باعث شده که همین افراطگراهای همین راستگراهای افراطی به خواست اصلیشان برسن. مثلا اونا میگن که چرا ما قرآن رو در میتیم؟ میگن که چون دین اسلام یک دین خشن، یک دین تحمل ناپذیر، یک دین ضد آزادی، ضد حقوق بشر، ضد حقوق زن و یک دین کاملا زن ستیز هست. ایره میخواین نشان بتن و از او خاطر میگه چون دین اسلام یک همچین دین هست، ما نمیخوایم که این دین در کشور ما بیا بر زندگی ما مردم مسلط شود. شما دیدین در امو ویدیو آقای راسموس پالودان چندین کشور را نام گرفت از جمله افغانستان را، گفتن اینا قبل از اسلام وضعیتشان بسیار خوب بود، اما بعد از اسلام با خصوصا دوره تسلط اسلام سیاسی همه از اینا روز به روز به عقبگرد افتادن و همه از اینا تبدیل به یک جهنم روی زمین شده که رو ما بعدا در موردش حرف میزنم تا چقدر درست است یا نیست. اما وقتی که اینا ای کار رو میکنن، مسلمانان افراطی میاد در اعتراض به اونا، بر علیه از اونا استاد میشن، بر علیه از اونا شعار میدن. خب شعار دادن و استاد شدن از این مسائل خب حقشان هست، اما وقتی که اینا از شعار دادن یعنی خارج میشن، احساساتی میشن و میخواین حمله فیزیکی بکنن بر از آدم ها، در واقع گپای از اینا را، ادعاهای از اینا را در مورد قرآن، در مورد مسلمان ها، در مورد اسلام مهر تأیید میزنن. اونا خواست اصلیشان همینه که چند نفر خشن شوه بر از اینا حمله کنه، که تا اینا بر جامعه اروپایی، بر جامعه سویدنی و دانمارکی و نروژی نشان بتن که ببینید حرف ما درست نیست، حرف ما غلط نیست. این ثبوتش، ثبوت زندش که حتی یک مسلمان افراطی، یک مسلمان از نظر از اونا همینا مسلمان هستند دیگه، که یک مسلمان در جامعه غرب به دنیا آمده، در دامن دموکراسی، در بستر آزادی کلان شده، اما چون تفکر اسلامی داره در همه جامعه اینا تحمل یک تفکر یا دیدگاه متفاوت را نداره. مثلا آزادی بیان یکی از ارزش های بسیار اساسی در قوانین اساسی همیشه یک کشوری که نام بردم هست و بر اساس این قانون هر کس حق داره که نظریت خود را، دیدگاه خود را در مورد مسائل مختلف از جمله دین و خدا و از این مسائل و کتاب های مقدس بیان بکنه. مثلا به همون رقمی که آدم حق داره بره کتاب قرآن را آتش بزنه و بر علیش تبلیغات منفی بکنه، به همون رقم مسلمانان تبلیغی هم همی آزادی را، همی قوانین برش داده که برن در خیابان های استاد شون، قرآن را در سر میز بگذارن و مردم را دعوت بکنن، تبلیغ بکنن که بیاین به دین اسلام بگروین. در عربستان همچین کار را مثلا مسیحی ها میتونه، هرگز در ایران میتونه، در افغانستان میتونه، در هیچ یک از کشورهای اسلامی مثلا مسیحی ها و یهودی ها نمیتونن که بیاین دین خود را بر دیگرها تبلیغ بکنن. یعنی گفتم این کشورها امور قمی که بر آقای راسموس پالودان این حق را داده، به همه شکل بر یک مسلمان هم حق داده که اون مسلمان هم اگر یک روزی خیلی افراطی شود میتونه بر انجیل را مثلا آتش بزنه، بگه این قرآن، این کتاب کتاب خطرناک است. به همون رقمی که پلیس امنیت از این آدم گرفته، از او آدم رو خواهد گرفت. یعنی همون آزادی رو برای مسلمان های تبلیغی هم داده که برن در خیابان های استاد شون و دین خود رو تبلیغ بکنن. اونا آرزویشان هست، یعنی همین افراطی ها در واقع آرزویشان هست که مورد چنین حملات از سوی مسلمان ها قرار بگیره تا حرفشان، ادعایشان مهر تایید زده شود. و این تندروان احساساتی مسلمان دقیقا اونها را با آرزویشان به هدفشان میرسنن و بسیار سریع، بسیار زود. بعد وقتی که کار شد، تصاویر از این خشونت ها نه تنها که در سطح کشور، کشور سویدن یا دانمارک و نروژ، بلکه در سطح جهانی پخش میشه و باعث برانگیخته شدن احساسات سویدنی ها و نروژی ها و اروپایی ها در کل میشه.
میگه میبینید یه آدم راست میگه، یه آدم این مسلمانان چقدر مردم به حوصله، چقدر مردم تحمل ناپذیر هست. ما اینا رو در کشور خود جای دادیم، در کشور خود بر از اینا رفاه را با ما تقسیم کردن و همه چیز، این از همه آزادی برخوردن، اینا حتی اینمی قدر تحمل نداره که در مورد مذهب از اینا حرف زده شود. بعد چیکار میشه؟ باز هم به نفع نمی راستگراهای افراطی تمام میشه قضیه. مردم روز به روز به طرف از اونها، یعنی ترس در مردم ایجاد میشه و روز به روز همین گروه ها و احزاب سیاسی افراطی راستگرا را حمایت میکنن و روزی میشه که حتی اینا اونقدر بزرگ میشه که دولت را، حکومت را بر دست میگیرن و زمان زندگی تمام مسلمان ها را اینا تبدیل به جهنم میکنه و امکاناتشان را میگیره. راسیزم، نجات پرستی، نفرت بین اقوام، نفرت بین مذاهب بیشتر و بیشتر میشه. اینا اگر واقعا دینشان را دوست دارن، اگر واقعا قرآن و اسلام را دوست دارن، من فکر میکنم که بهترین کار این است که اینا هیچ عکس العمل نشان نده. اون آدم قرآن را به عنوان یک کتاب رفته با پول خودش خریده، آورده، آتش زده، بگذار 100 تا آتش بزنم مگر کم میشه؟ وقتی که هیچ کس عکس العمل نشان نده، خب اتوماتیک اینا چند باری که این کار کردن خسته میشن، میگه خب این کار نتیجه نداره، چرا ما باید هر روز بیم خود مسخره بکنیم؟ اما وقتی که حساسیت ایجاد میکنه، اونا میگه ببین اینمی کار دارن نتیجه میده و بیشتر بیشتر میکنه. به همون خاطر آقای راسموسن، همین آقای راسموس پالودان گفته که ما هر جمعه، یعنی هر روز جمعه میخوایم که در پیش سفارت ترکیه، در پیش سفارت ترکیه در دانمارک در استکهلم قرآن را آتش بزنم. خب هدف دوم از این آقا چیه؟ گفتم اینا سیاست مدارن. ایست که میخواین از این طریق چنگ و دندان را، یعنی زور خود را به اردوغان نشان بده برای جمهور ترکیه که خودش یک اسلامیست است. چون میفهمی اولین کاری را که اینا کردن، اولین کسی که در همین مورد عکس العمل نشان داد اردوغان ترکیه بود. البته اردوغان ترکیه باز هم سیاستمدار هست. تمام سیاستمدارا دنبال یعنی رقم نقطه های هست که بتانن از او برای اهداف سیاسی خود استفاده بکنن. آقای اردوغان ترکیه را تبدیل به یک دیکتاتوری کرده، او دقیقا اینمی رقم و مسائل را نیاز داره که تا برش تا از اونا به عنوان یک عالی تقویتی بر خود استفاده بکنه. و از او سوده ای روزها ما و شما شاهد هستیم که یک تنش بین ترکیه و بین کشور سویدن در، یعنی در این پروسه عضویت ناتو، عضویت سویدن به ناتو وجود داره و ترکیه شرط گذاشته که اگر سویدن میخواهد که تایید ترکیه را بگیره برای عضویت در ناتو، باید اون 150 یا 100 چند نفر از مخالفین دولت اردوغان که در سویدن زندگی میکنن و در پیش ترکا، پیش حکومت ترکیه و تروریست ثبت هستن، اونا را باید به ترکیه مسترد بکنن. بعد از او کشور ترکیه میتونه که مهر تایید بزنه. و دیگه وقتی که ایشان چندین دفعه قرآن را آتش زد، این آدم، یعنی همین آقای پالودان، وقتی یا کسایی که در هم حزب و هم فکرشان بودن کار را انجام داده، با واکنش تند اردوغان رو برو شد. دیگه اردوغان هم گفت که از این به بعد ما، یعنی دیگه تقریبا عضویت سویدن را در کشور ناتو، در سازمان ناتو دیگه تقریبا ناممکن شده، چون تنش بین از اونا بالاتر و بالاتر شد. و از این طرف آقای راسموس پالودان و هم فکران شما میخواهید که از تاریخ زور آزادی بیان را، زور قوانین دموکراتیک و سکولار سویدن را نشان بده، از دانمارک را نشان بده که ببینید تو کار کو، ولی ما منی کار نکنیم. و در نهایت چیکار میشه؟ به نفع دو تا گروه، به نفع دو تا جناح در واقع اکستریم انجام چی میشه؟ منتج میشه، یکی به نفع اردوغان ده طرف و دهی طرف به نفع از راستگراها. و در بین کیا ضرر میکنن؟ مردمای مسلمان عادی که نه با او موافق است و نه با این موافق است. خب برگردیم به محتوای اون ویدیویی که در ابتدای برنامه منتشر شد. در این برنامه آتش زدن قرآن، ایشان یک سری گپای گفت که گپای جالبی بود. ببینید این آدم هایی هستن که در نقطه های بسیار اساسی انگشت میگذارن و
البته خب کسایی که به صورت افراطی و احساسی مذهبی است، اونا به این گفت ها فکر نمیکنن و همه را به عنوان تهمت و نمیدانم افترا و از این مسائل ها میدانن. اما کسایی که کم ذره فکر پرسشگر دارن، یک کم به این تفکر میرن که آیا حرفشان درست هست یا نه. وضعیت ما قبل اسلام از این کشورها را که ایشان یادآوری کرد چگونه بوده؟ ایشان به افغانستان و به پاکستان که قبلا آینهای بودایی و بودیزم و هندویزم بر اونها مسلط بوده اشاره داشت و گفت که در اون زمان ها این کشورها، مثلا کشورهای پاکستان و افغانستان، از یعنی مهد تمدن بوده و مردم اون سرزمین از آرامش و رفاه برخوردار بوده، از صلح و امنیت برخوردار بوده و اگرم نبوده حداقل تا این حجمی که امروز خشونت و نفرت در اون کشورها وجود داره تا یه حجم نبوده. مثلا شما همین تندیس های بودا را در بامیان تو زمان یک کانکتینگ پوینت در اون خطوطی یا راه های جاده ابریشم، جاده هایی که شرق و غرب را به هم وصل میکرده بوده. اینا نشان میده که مثلا قبل از اسلام یک تمدن بسیار عظیم در اینجا مسلط بوده، مردمش متمدن بوده. یعنی اون تندیس ها را که در او زمان ساختن 2000 سال پیش ساختن نشان میده که مردم در 2000 سال پیش واقعا توانا بودن، که امروز حتی مردم افغانستان نمیتونه همچین مجسمه ای را در داخل از یک صخره در بغل یک صخره بسازن. اونا در او زمان قادر بودن کار انجام دادن. و این همین بودای یا تندیس بامیان، منارها و خیلی چیزای دیگه که در افغانستان وجود داره، اینا از افتخارات بسیار بزرگ تمدنی دوره قبل از اسلام هست که متاسفانه همین گروه تروریستی طالب در دوره اول آمدن و رو منفجر کردن، چون برای از نسل ارزش نداره. و امور قمشان در کشورهای دیگه مثل سوریه و لبنان و کجا و کجا هم نام برد. در شهر پالمیرای سوریه چند وقت پیش وقتی اونجا جنگ بود، زیاد مثلا ویدیوهای از اونجا منتشر میشد که نیروهای داعشی رفته به داخل یک موزیم، تندیس ها و مجسمه ها و آثار تاریخی که مربوط به زمان قبل از اسلام بود، اونا را همه را میزد با چکش و با تفنگ میزدن و میشکستن. همچنان در شهر سور در جنوب لبنان که ما خودم دیدیم اونا را، و همینطور در مصر که اگر شما از نزدیک ندیدین، خب حتما عکس ها و ویدیوهایشان دیدین، مثلا پیرامیدا یا همین اهرام مصر که از مهمترین هایشان هستن، که ناز هزار سال قبل از در واقع ظهور اسلام در اونجاها ساخته شده و این بناها و مجسمه هایی که امروز حتی بشر حیرت میره، که امروز حتی بشر نتونسته درک بکنه که چگونه این اهرام مصر مثلا که هر تکه سنگش صدها تون وزن داره، در او زمان با چه تکنولوژی اینا تانستن چنین چیز را خلق بکنن که یک روایت، یک باور برزی هست که میگن این را توسط فضایی ها ساخته شده. خب وقتی بعدش که اسلام می ای در واقع رشد در این تمدن ها به یک شکل فروکش میکنه، خیلی زیاد رشد نمیکنه، حداقل در همین قسمت آثار باستانی و از این مسائل. و در دوری یعنی پس از اینکه اسلام در مناطق ظهور میکنه و مسلط میشه، فقط در دوران عثمانی هست، در دوران عثمانی هست که ما در یک سری پیشرفت های تکنولوژیکی را در این منطقه میبینیم. در بقیه دوران ها بسیار کم وجود داشته. اما از همه از اینا که بگذاریم، اسلام به عنوان یک دین و یک شیوه پیوند و وصل شدن با نیروی متافیزیک یا خدا یا انرژی یا هر چیزی که شما نامش میگذارین، مثل هر دین و آیین دیگه، اینا نقطه های خوب و بدی و نواقص خود را داره. این که ما معتقدیم که اسلام کامل ترین دین هست، مشکل اصلی از همین جا شروع میشه. هر دینی که ساخته و پرداخته ذهن بشر باشه، به هر حال نواقصی وجود داره در و این رو باید بپذیریم. و این حرف هم، مثلا این برنامه یا این حرف هایم هم هرگز به معنای ستیزه با دین با عنوان یک حق بشری نیست، بلکه با عنوان یک پرسشگری، یک طرح پرسش و بحث در مورد اسلام با عنوان یک ایده، با عنوان یک ایدئولوژی یا روش حکومتداری یا ایدئولوژی سیاسی هست.
و اسلام هم اتفاقا زمان رو به رکود میره، زمان رو به بد شدن میره که تبدیل به ایدئولوژی سیاسی میشه، به خصوص بعد از، یعنی در دوران استعمار پس از او. وقتی که تبدیل به ایدئولوژی سیاسی شد، جز اسارت، بدبختی، فقر، بینوایی و بیچارگی چیز دیگه به بار نمیاد. اگر صادقانه بشینیم امی رقم به عنوان یک مسلمان یا کسی که در یک کشور اسلامی و فرهنگ اسلامی بزرگ شده و همین قضایا رو میبینیم، امروز جهان با هم دیگه وصل شده، ما جهان بیرون رو میبینیم، جهان غیر اسلامی رو میبینیم، اسلامی رو میبینیم و تفاوت های بسیار حاد در بین از این دو جهان ما میبینیم. اگر صادقانه واقعا بشینیم بیایم پیش خود می پرسش رو مطرح بکنیم و روش کمی فکر بکنیم که مثلا امروز بیش از 1.5 میلیارد مسلمان در جهان وجود دارد، 1.5 میلیارد بر اساس آمارهای بسیار موثق، و امروز حدود 50 کشور در دنیا وجود دارد که اکثریتشان مسلمان هستند، که بیشتر در مناطق خاورمیانه، آسیای میانه و همچنان جنوب آسیا و همین رقم غرب آفریقا وجود دارد که اکثریت نفوسشان مسلمان است. از این 50 کشور 3 کشور داریم که بر اساس شریعت اسلامی، اینا یعنی قانونی بر اساس شریعت اسلامی دارن. نمونه بسیار معروف عربستان سعودی هست، یک خاندانی به نام خاندان سعودی یا آل سعود بر اون مسلط شده از امون ابتدا، ولی قانونشان قانون شریعت. جمهوری اسلامی ایران را داریم که بر اساس مبنای ولایت فقیه شیعی قانونش هست، و همچنین کشور خود ما و شما افغانستان را داریم که حکومت مبتنی بر شریعت داره. شما همین 3 کشور را در رده های جهانی نگاه بکنید، ببینید که از لحاظ رفاه، وضعیت زندگی برای شهروندان این کشورها در به صورت کل، برای اقلیت های جنسیتی، برای اقلیت های مذهبی و قومی، برای به خصوص زن ها در همین 3 کشور چگونه است، ببینید که او زمان در میابین که فاجعه است. تعداد مسلمانایی که حالا ما و شما خود ما مهاجر هستیم، درست است؟ بین یک نگاه بندازیم تعداد مسلمانانی که سالانه از کشورهای اسلامی و از زیر سلطه حکومت های و فرهنگ های اسلامی فرار میکنن، خود را در آب و آتش میزنن، از دریا و خشکی و جنگل در خود را در معرض 100 رقم خطر قرار میتن، در معرض مرگ قرار میتن و فرار میکنن، میان در کشورهای غیر اسلامی درخواست پناهندگی میتن، تعداد از اینا چقدر است؟ از میلیون ها نفر میگذرن. و تعداد کسایی که برعکس از کشورهای غیر اسلامی و از دست نظام های غیر اسلامی، یعنی نظام های سکولار فرار میکنن و به کشورهای اسلامی پناه میبرن، میزان از اونا چقدر است؟ اصلا نیست، اصلا قابل مقایسه نیست. شما امروز برین در گوگل سرچ بکنید، ببینید که تعداد پناهجویان مثلا سال 2022 چقدر بوده، ببینید که چندین ده میلیون بوده، و از ما بعد برین سرچ بکنید ببینید که این پناهنده ها از کدام کشورها بوده، میبینید که در 95% موارد، حالا بجز مورد اوکراینی که در اواخر چه شده، در 95% مواردی که این تعدادی از مهاجرین و پناهنده ها از کشورهای اسلامی است. ببینید امروز در افغانستان چی وضعیت است؟ بیش از یک و نیم سال میشه که طالب ها در افغانستان حاکم شده. وضعیت زن ها رو ببینید که در افغانستان چگونه است. حق انسانی و اساسی و بشری اونها ازش گرفته شده. مثلا نه کار میتونن نه تحصیل میکنن. چرا؟ به خاطری که در تفکر طالبی که میگه که مسلمان هست و بر اساس قوانین شریعت کشور رو اداره میکنه، بر اساس همون ایدئولوژی زن نباید کار بکنه، زن نباید مکتب بره، زن نیاز به آموزش نداره، زن نیاز به کار نداره و زن باید فقط خانه باشه و آله و ابزار برای تولید مثل برای مردا باشه و باید مردا بره بیرون کار کنه و مردا تصمیم بگیره. و بالاخره شما فکر بکنید که بیش از نصف از یک جمعیت یک کشور اگر ناکار شود چی فاجعه بار میاد،
چی بدبختی بار میکنه که ما امروز الان در شروعش هستیم، که افغانستان یکی از بدترین کشورهاست که تعداد گشنه ها و گرسنه ها و مردم فقر زده در اون بیش از 70% است. و همین حکومت اسلامی، همین حکومت امارت اسلامی که مبتنی بر شریعت غرای محمدی هست، میبینید که چی بر سر مردم آورده. هر کس کوچکترین اعتراض بکنه تا فردا شب زنده نمیمانه. در ایران چی وضعیت است؟ خب چندین ماه هست، یعنی از سپتامبر شو چندین ماه هست که در ایران یک انقلاب هست. اونم به خاطر چی؟ به خاطر یک حق پوشش، که مثلا یک زن به عنوان یک انسان میخواد خودش انتخاب بکنه که چی نوع لباس بپوشه. چرا باید هر چیز را، چرا برای لباس مردم پلیس داشته باشیم؟ ما همین امروز در پشاور پاکستان ما و شما شاهد بودیم که بر یک مسجد حمله انتحاری صورت گرفته. آیا این سوال و پرسیش از خود مطرح بکنیم که انتحار کننده یک مسیحی بوده، یک یهودی بوده، یک هندو، یک بودایی، یا کافر و سکولار بوده؟ قطعا نه، چون هیچ کدام از اینا همچین کار رفت تا بال نکرده و نمیکنه. این آدم انتحار کننده مسلمان و معتقد و مخشوی شده در همون مدرسه های اسلامی بوده و به اسلام و خدا و روز قیامت باور بسیار راسخ و محکم داشته، حتما 5 وقت نماز میخوانده، روزه میگرفته و همین انتحاری را به عنوان عضو یا جزوی از دستورات دینی و مذهبی خود انجام دادن. در این حمله میگه که بیش از 32 نفر کشته شده و بیش از 150 نفر دیگه زخمی شده. فکر میکنید قربانیان که در داخل مسجد قربانی شده اینا غیر مسلمان بودن؟ نه، اینا مسلمان بودن، همه ایشان مسلمان بودن. در داخل مسجد رفته ها که همون خدای رکون انتحاری بهش باور داره همون را عبادت بکنه. خب بیاید برای یک بار هم که شده کمی فکر بکنیم و این پرسش را برای خود مطرح بکنیم که گره کار واقعا در کجاست، کجای کار میلنگه، یک جای کار باید بلنگه. وقتی ما به طالب و نمیدارم به ملاهای ایران و سعودی گوش بکنیم، همش میگه دشمن، همش میگه دشمن، همش میگه غرب. درست است، خوشایند یک سری عوامل بیرونی وجود داشته باشه، اما یک جای کار میلنگه که این همه عوامل بیرونی بر ما نفوذ میکنه، که این همه ما تحت تاثیر عوامل بیرونی میریم. ببینید دوستا، من فکر میکنم تا زمانی که دین در چارچوب دینیت خود باشه، اون در همون چارچوب باقی بمانه، یعنی دین باشه واقعا یک چیز شخصی باشه بین خود یک نفر و بین خدایش یا اون نیروی متافیزیک و ماورا و طبیعی که بهش باور داره، چه خدا، چه انرژی، چه گاو، چه گوساله، چه هر چیزی که باشه، اگر این دین در همون چارچوب محترم دینیت خود باقی بمانه قابل احترام هست و بخش از حقوق بشری یک انسان هست. هیچ کس حق نداره به کسی بگه آقا تو مثلا فلان خدا را عبادت نکن یا نماز نخوان یا فلان نکن، قابل احترام است. اما زمانی که از این دین یا این ایدئولوژی، این باور از اون چارچوب بیرون شده و به عنوان یک تفکر سیاسی در بیایه، او زمان هست که این ایدئولوژی خطرناک است. چرا؟ چون این ایدئولوژی دیگه تنها، این دین تنها برای اون فرد نیست. این دین آمده که در زندگی هر آدم دیگه دخالت بکنه، سیستم نظام حکومتی، نظام سیاسی یک کشور را مدیریت بکنه. او زمان هست که دین خطرناک هست، چون تکبودی است، چون دین نگاه دینی به جهان سیاه و سفید هست. ما با یک نگاه سیاه و سفید نمیتونیم در جهان امروزی زندگی بکنیم، نمیتونیم در با یک نگاه سیاه و سفید بر یک حکومتی که بر یک کشور و جامعه ای که متشکل از اقوام و افراد مختلفی با دارای فرهنگ مختلف، دارای نژاد مختلف، دارای باورهای مختلف هست، بر از اونا حکومت بکنیم. چون اولین کار یک نظام ایدئولوژیکی دینی این است که جامعه را یک دست بکنه، یعنی همه را شبیه هم بسازه، اگر نشود با زور سرشان را ببره، گردن بزنه. این خطرناک است، ما و شما نمونهش را میبینیم دیگه. چرا ما نمیتونیم در این مورد صحبت بکنیم، بحث کنیم، سوال بکنیم، پرسش طرح بکنیم بدون اینکه کسی را
تکفیر بکنیم یا متهم به دین ستیزی بکنیم بدون از اینکه از کسی ترس بکنیم. واقعا اگر من اعتقادی به یک شیء داشته باشم، ما باید اونقدر در مورد زو علم و دانش کسب بکنم که این باور من روز بروز قوی شود و هیچ کس نتانه که با 4 تا کلمه گپ باور من متزلزل بسازد. اما امروز اینا طوری شرایط را بار آوردن که اکثر کسانی که خود را مسلمان میدانند و مذهبی میدانند اونقدر آسیب پذیر و شکننده و احساساتی هستند که نه حتی یک کلمه گپ متفاوت را نمیتونن بپذیرند. سریع آدم را متهم به کفرگویی و الحاد نکنند. اگر بگوی خب فلان در افغانستان اتفاق میفته، در نیجریه و اتفاق میفته، در سومالی و در عربستان و در ایران اتفاق میفته، میگن که نه طالب مسلمان نیست، فلانی مسلمان نیست، اون مسلمان نیست. اگر طالب مسلمان نیست، اگر جمهوری اسلامی مسلمان نیست و اگر بوکو حرام و القاعده و داعش و این گروه هایی که هر روز تحت نام اسلام و خدا و قرآن اینا آدم میسازنن، آدم میکشن، گردن میزنن، جنایت میکنن، پس کی مسلمان است؟ چرا در برابر ترور و اعمال ضد انسانی که توسط طالب و داعش بر علیه مردم، بر علیه مسلمانان صورت میگیرد، یعنی بیشترین قربانی یعنی گروه های تندروی اسلامی خود مسلمان ها بودن، چرا در برابر از این جنایت که توسط اینا صورت میگیره هیچ بخار از جامعه اسلامی بلند نمیشه؟ چرا؟ مثلا امروز در افغانستان ببینید طالبا بر مردم افغانستان، بر زنان افغانستان تحت نام، تحت دین چی وضعیتی آوردن؟ چرا هیچ کسی بلند نمیشه در این 50 کشور مسلمان، از این 1.5 میلیارد نفر مسلمانی که مسلمان هستن و ادعا میکنن که به خدا و پیامبر و دین و اینا امور رقمی که طالب باور داره اینا هم باور داره، چرا اینا بلند نمیشن که بگن برادر شما از دین ما دارین سوء استفاده میکنین؟ حداقل همین مسلمانان عزیزی که میلیون ها نفر هم میشه که در غرب و در جهان آزاد زندگی میکنن و حق ایره دارن که برن در پیش پارلمان ها و در خیابان ها برن براین و بر علیه از کارهای ضد انسانی طالب که بر علیه زنان انجام میدن تحت نام اسلام و دین، چرا بر علیه از اینا در همین کشورهای اعتراض نمیشه؟ چرا هیچ کس صدای خود بلند نمیکنه که آقا طالب مسلمان نیست، ما مسلمان هستیم؟ بر اساس یعنی مثلا طالب اصلا از ما نیست، تفکر اسلامی نیست. مثلا اگر واقعا اسلام دین زن ستیز نیست، بیایید استاد شوند و نگذارن که این گروه های تندرو، این گروه های ضد انسانی و ضد بشری که هر روز قتل عام میکنه، دین اینا را، مذهب اینا را سبوتاج بکنه، دین اسلام را بدنام بکنه. طالب در طول از 20 سال این همه آدم کش، بیش از 150,000 انسان مسلمان افغانستانی را قتل عام کرد، شامل زن، کودک، یعنی اکثرا آدم های بیگناه. این همه اینا در حملات خود مسجد و منبر را سوختن، یعنی گفتیم یک از حملاتش امروز در خود مسجد در پشاور شد. مسجد را سوختاندن، منبر را سوختاندن و در این سوختاندن ها چندین جلد قرآن و کتاب های مقدس آتش گرفت و سوخت، دود شد. اما هیچ صدای از یک مسلمانی که در غرب زندگی میکنه، حداقل ما به خاطر مسلمانان غرب میگم که اینجا آزادی وجود داره، نیامدن که تظاهرات بکنن که آقا چرا جنایت میکنین، چرا قرآن ما را آتش میزنین، چرا مسجد را، معبد ما را آتش میزنین، چرا زنان را تحت دین ما، تحت نام دین و تحت عنوان مذهب بر علیشان جنایت نکنین. اما وقتی یک گروپایی آمد مثل ازی آقا، خب حالا من تایید نمیکنم کارشان را، ولی خب ما باید اول از خود شروع بکنیم. وقتی یک گروپایی آمد به هر دلیل سیاسی میخواد دست به کار بزنه، اونقدر قشین میشیم، اونقدر ناراحت میشیم که آقا حاضریم که از جان خود تر شویم، برو آدم حمله کنیم تا قرآن نجات بدیم. دوست من، تو اگر واقعا به قرآن، واقعا به اسلام، واقعا به خدا و دین و قیامت و اینا اعتقاد داری، دین شما را داره طالبان هست که بدنام میکنه، دین شما را القاعده و بوکو حرام و داعش هست که هر روز تحت نامش جنایت میکنه و به عنوان یک دین خشن ضد انسانی و به عنوان یک دینی که هیچ تحمل پذیری را نداره و هیچ تفاوت را نمیپذیره، اینا را در سطح جهانی بدنام میکنه و مردم از دین شما میترسه و امروز وقتی که بگی مسلمان هستم آدم ها یک رقم احساس ترس میکنه. ممنون از شما و
امیدوارم که روز خوشی داشته باشین. لایک و شیر یادتان نره تا برنامه دیگه. بدرود تا